با سلامی به بزرگی دردهای دل مقام عظما. بچه که بودم مریض شدم، بابام گفت اگه آمپولتو بزنی بستنی میخرم. منم آمپولمو زدم، رفت بستنی خرید، خودش خورد، گفت واسطو خوب نیست. هیچی دیگه، تو بنبست بودم، اگه چی که من در میومد کتک بود، ولی هنوز داغش تو دلم هست. تو فعلا داغو نگردا، منم سلام میکنم و جفت پا وارد گود استراتیجی میشیم اینجا. آیه دکتر، این مقدمه به قشنگی که براتون چیدم دور زدین، فرشو زیر پای ما کشیدین، انگار ربطشو به شرایط نظام متوجه نشدین. زبونم لال، مگه شما همون ابر استراتیجیستی نیستی که من تا میگفتم ف تا فرانکفورت میرفتی و برمیگشتی؟ آیه دکتر، بستنی نخورده و آمپول خورده رو که خب هر بسیجی مشنگی هم میفهمه که یعنی برجام، ولی تو چت میشه که میخوای منو بندازی تو این هچر. آیه دکتر، گفتین هچر، یاد ظریف مشنگ افتادم و حاج روحانی. اینم خطای استراتیجیکیه، اینا مچلن، هچر میخوای مقام عظمای ولایت رو بس. حیوانکی شده شاخص هچر. این ظریف مشنگ 10 روز آزگار بعد حاج روحانی مون تو نیویورک همینو یه کاریش بکنه، پس چی شد؟ 10 سال اگه میموند به جایی نمیرسید. مخمسه بیخدارتر از این حرف هاست که ظریف مشنگ بتونه نظام رو از توش در بیاره. ملاقات های پشت درهای بستم راگوشا نبود آقای دکتر؟ از حرف های این ور در معلومه که وقتی میرفت اون ور در چی میگفت. مرحوم عبوی همیشه میفهموندن بزن با هدور. عرض کردم بله، میفهموندن که معلمه برگه شاگرده رو تصحیح میکرد، دید نوشته جواب در پشت صفحه، رفت پشت صفحه دید نوشته قربونت برم، مخلصتم، کوچیکتم، مهربون، اگه بلد بودم که همونجا مینوشتمت، آوردمت اینجا خلوت باشه بگم جان مادرت رحم کن. روشن شد یا برفستمت پشت درهای بسته ملاقات کن. آیه دکتر، پس اون حرفای برد برد و چیزای زیادی که قرار بود گیرون بیاد چی شده؟ بابا، این که همون موقع تقش در اومد. مرحوم عبوی همیشه میفهمودم از آبا هدور. عرض کردم بله، میفهمودم باباه به پسرش گفتش که یه هدیه غیر منتظره برات خریدم. پسر خوشحال شد، گفت بابا جون چی؟ بابای گفت اون BMW نوع شیک آلبالویی متالیک و اونور خیابون میبینی؟ پسر گفت آره بابا جونم. بابای گفت یه جفت جوراب برات خریدم همون رنگی. آره دکتر، ظریف تهدید کرده که اگه آمریکا برجام رو ترک کنه نظام اقدامات مقتضی رو انجام میده. چه کار میخواد بکنه؟ کار دست اون نده ای آخر عمری. توی فیلم وسترنی یارو اسبشو بس جلو کافه رفت تو، یه چیزی خورد و باید بیرون، دید اسبشو بردن، هفتی رو کشید، یه تیر هوایی انداخت، گفت اگه تا 3 شماره اسبم سر جاش نباشه همون کاریو میکنم که تو تگزاس کردم. تا 3 شمرد اسبا رو آوردن گذاشتن سر جای. سوار که شد بره کافه چی ازش پرسید تو تگزاس چه کار کرده بودی؟ گفت هیچی، اسبمو نیاوردن، مجبور شدم پیاده برم. روشن شد یا چی بذارم که تا 3 شماره پیاده بری واسه شهر بعدی. آیا دکتر، بحران ها بدجوری دارن نظام الهیمون رو جر واجر میکنن، اوضاع خیلی خطریه. کجاشو دیدی؟ یه سوال ساده، دویدم دویدی دوید مال چه زمانیه؟ مال زمان گذشته ساده. نه خیر، نده، مال زمانی که بورانا چوب به دست برن سراغ مقام عظما. یعنی که یاری دکتر؟ یعنی همین حالا دیگه. نمیشه نمیشه که کامل نامی شد. بالاخره درها که همش بسته نیست، اروپا داریم، چین داریم، روسیه داریم. دکی بذار خیالتو همین اول کار راحت بکنم که دیگه کشکی این طرف اون طرف نچرخی برای خودت اروپا اروپایی نه در نیاری واسه من. نگاه کن تا صاف و پوسکنده این موز همینجوری پوست بکنم بذارم جلوت، 10 تا راه که نیست. یا باید برجامای بعدی رو قبول کنی، همون 2 و 3 و 4 که عظما میگفت الان به سرش اومده، این یعنی اون مشتی که خورده زیر چونه، ستاره ها دارن دور سرت همینجوری میچرخن، به جای اینکه گارد تو ببندی چونه رو بدی جلوتر تا 4 تا دیگه هم بذاره همونجا. دکتر نگو نگو 4 تا چیه، یه به این سومیش هم دکتر نمیرسه. من تو این مسابقه های بوکس دیدم. تو دیدی؟ من خوردم.
شاعر درداشنا میگه زلیخا گفتن و یوسف شنیدن که خوردن کی بود مانند دیدن. آخ آخ فک مقام عظما به خدا سکو حالا مونده الان فکر فکشو نکن. این تازه یه ور قضیه است، یه راه میره که از برجام خارج بشی. آخه شما دوی تو خیلی ساده میگین بیان بیرون، این که عواقبش خیلی بدتره. چشم بسته غیب گفتی زکی، اگه بدتر نبود که خب از اولش عظما پای برجام نمیرفت. عقلت کجا رفته؟ اون وقت الان بعد از سیمان کردن قلب عراق و بای دادن سانتریفوجا برگرده دوباره چه کار بکنه بدبخت؟ گفتن آی دکتر از قدیم گفتن آب سنگین به جوغ بر نمیگرده. تازه چند وقت یه بارم یه سری تحریم موشکی و حقوق بشری خیر عضوا رو میگیره که ربط هم به برجام نداره. تازه آی دکتر به نظرم دیگه توضیح ندین، تا همینجا هم بالا تا پایین دارن از نظام میریزن. آره برن. هر سخنرانی که عضوا میکنه تازه معلوم میشه که یه سری دیگه ریختن. ما یه فامیل داشتیم فقط خبر مرگ میداد، هر وقت زنگ میزد اول لباس مشکی میپوشیدیم بعد جواب تلفن رو میدادیم. تازه یه سری هم به خاطر همین سخنرانیش میریزن. آخه بدبخت بیچاره حرفی نداره بزنه که، مجبوره که آسمون رو برداره ببافه به ریسمون دیگه. درست میگین، درست میگین دکتر. من در مورد حرفای بیرد خاطره موثق دارم. یه بار مادرم حد زده بود که من سیگار میکشم، اومد دایمو خبر کنه که اونم بیاد منو نصیحت کنه که سیگار نکشم. دایی اومد وضو گرفت، نمازش خوند، نهار خورد، اومد رو مبل کنار من یه دونه سیب برداشت، گفت دایی جون این سیبو میبینی؟ گفتم آره دایی جون. گفت دیگه سیگار نکش. خب بعد چی شد؟ هیچی، خدا بیامرز، بعدش سیگارش رو روزی دو پاکت سیگار میکشید. میمردی این بسا رو نمیزدی؟ اصل بدی نداشتم، شور برم داشت، اومدم به بحث کمک کنم، اینطوری سه شد. آره قشنگ معلوم بود که زبونت از عقلت زد جلو. برهوم عبابی همیشه میفهمونم بزن با هاتون عرض میکردم. بله میفهمونم مشنگه رب بنزین بزنه، انقدر صف طولانی بود وسط کار یادش رفت که تو صفحه بنزینه. یه ذره که راه باز شد خوشحال این که ترافیک فرار کرده گازشو گرفت و رفت، بعد دو کیلومتر پایین‌تر سوخت تموم کرد. آره دکتر به جای این دعواهای کشکی که آخر برنامه میکنی، آره دلم میخواد مثل مجریهای تلویزیونهای معروف با یه افه آنتیک ازتون بخوام که با یه مثال بسیجی فهم برنامه این بار یا بهتر بگم برجام این بار رو این جمعی بزنید. خلاصه بهت بگم نظام هر جاشو که درست بکنی ببینی یه جای دیگهش میلنگه و باد میده و آب ازش میره. حکایت همون مشنگه است که رفت بیرون دید ساعت دستش نیست، رفت آوردش گوشی رو جا گذاشت، گوشی رو آورد پول نیاورده بود، اونم که آورد با خیال راحت نشست تو تاکسی دید دمپایی پاشه. آیه دکتر قربونت برم گفتم یه جمعی بزن، نگفتم یه جوری رو بالا تا پایین نظامو بشوری دمپایی بزنی پایین مقام رو بزنی.